نام من احمد است و روزنامه نگارم. من از ایران می آیم. ایران. سرزمینی متفاوت با مردمی متفاوت و حکومتی متفاوت تر. من روزنامه نگاری ایران و روزنامه نگاری زندان می دونم. برگشتم به صورت مامانم نیا کردم. صورتش مثل گچ سفید شده بود. چی شده سجاد؟ با میترسم دنبالم باشن. کی دنبالت باشه؟ نزدیک به 150 نفر حداقل بازداشت و زندانی شدن. من فکر میکنم که اوین اینجوریه. مثلا تا بریش اولت افتاده پایین میزن. با این خبران نیست. واقعا نیست. اومدن سراغم که لباسامو در بیارن. من مقاومت کردم که یکیشون از پشت ناقافل صندلی زد پشت گردنم و من افتادم. مثلا یه نفر میبودن اعدام میکرد. بعد مثلا شما فرض کن تا دیروز مثلا با اون بغلت وایساده بوده یا نشسته بوده، بعد حالا اونو بردن اعدام کردن، بعد تو هیچ کاری نمیتونی کنی. مثلا اینجور موقع همه با میستادن مثلا گریه میکردن. شب خیلی وحشتناک بود. خیلی بد. چوب دوست داشتن کارمون رو باید بخوریم. خب مرگ دیگه آقای فرهنگی، مرگ فرم دیگه ای هم هست. ما بر لبه تیغ راه میریم. نیت باشه. هیچ قدرتی نمیتونه انجمنمون حل کنه. متاسفانه ما افراد قلم به مزد مثلا داریم که اونام روزنامه‌نگارن. گفتن اگر ادامه پیدا کنیم هم مجله رو می‌بندیم هم این آقا را مشکل براش می‌آفریم. روزنامه‌نگاری در ایران رو یه جوری میشه توضیح داد و توصیف کرد و اون هم رقصیدن با گرگ‌ها. بعد حرکت کنید. بعد بنویسید. بعد تولید کنید. اگه این کارا رو بکنید زنده می‌مونید. اگه امید داشته باشی میتونید راه بری، میتونی زنده باشی. اگه امید نداشته باشی میفتی و نابود میشی، یخ میزنی و هیچی ازت باقی نمیمونه. در ششمین روز دیماه سال 1388 در برابر چشمان حیرت زده من مردی بیگناه کشته شد و من حتی از نوشتن خبری درباره او عاجز بودم. بابا جمعش کن احمدینو. Available now on video on demand.